بازی عجیب که توی اون 90 ثانیه وقت داری تا با روحا صحبت کنی، وگرنه برای همیشه گیر اونا میافتی. گیلاسیا سلام، امروز براتون فیلم تاک تو می یا با من صحبت کن محصول 2022 رو آوردم که خیلی پیشنهادش داره، چون به عنوان یکی از بهترین فیلم های ترسناک دهه اخیر شناخته شد و نمره 7.2 آی ام دی بی هم به خودش اختصاص داده. این فیلم خب خیلی خوف و جامپ اسکرهای خفنی داره، ولی مهمتر از همه استعاره ای هستش که پشتش قایم شده و همین هم است که باعث شده نمره خیلی بالایی بگیره و آخر فیلم در موردش حرف بزنیم. بریم ما فیلم رو ببینیم. حواستون به سر کامرا صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم به یه مهمونی میریم که پسر به اسم کول دنبال برادر خودش میگرده. بقیه بهش میگن که داراش یه رفتار عجیب داشته، رفته توی اتاق و وقتی میره اونجا میبینه که برادرش داکت با زخمی روی کمرش یه گوشه نشسته. بلندش کنه با هم میان بیرون و وقتی میفهمه بقیه دارن از صحنه فیلم میگیرن و بهش میخندن خیلی عصبانی میشه. برای همینم هم همه کنار میزنه و همین لحظه است که یه رفیق برادرش داکت یه ضربه چاقو به کول میزنه. بعد میره بیرون و با همون چاقو توی چشم خودش فرو میکنه و همم دارن این صحنه فیلم میگیرن. حالا بریم به طرف دیگه شهر و توی دبیرستان با شخصیت اصلیمون به اسم میا آشنا میشیم که با ناراحتی نشسته و داره آهنگ گوش میده. مدرسه هم که تموم میشه با یکی دیگه از بچهای مدرسه یعنی رایلی به خونه اون میرن. دوست صمیمی میا اسمش جیده و رایلی برادرشه. خلاصه که میفهمیم میا 2 سال پیش مادر خودش رو از دست داده و از اون موقع هم خیلی به خونه جید رفت و آمد داره و تقریبا میشه گفت هر شب اونجا میخوابه. الان میره پیش جید و دوتای توی اینترنت میفهمه که یکی از رفیقای دیگه شون یه پارتی خفن گرفتن و تصمیم میگیرن به اونجا برن. دوتایی همراه برادر جید یعنی رایلی به مهمونی میرسن و اونجا با پسری به اسم دنیل آشنا میشیم. دنیل دوست پسر جیده و قبلا هم دوست پسر میا بوده. کلا پاسکالی میشده بینشون. حالا با کسایی که مهمونی رو گرفتن یعنی جاس و هایلی هم آشنا میشیم. این دو نفر کلا به این معروف شدن که تو مهمونیشون همیشه اتفاقای عجیب غریب میفته و الان هم بقیه توضیح میدن که میخوایم با هم دیگه یه بازی بکنیم. یه بازی به اسم تاک تو می یا با من حرف بزن. یه عروسک شبیه دست میارن و میذارن وسط و میگن یه نفر باید این دست رو بگیره و به یکی با من حرف بزن. یه روح رو بروش ظاهر میشه و بعد میتونه اونو به خودش راه بده و به یکی وارد من شو. بعد از اون جسمش توسط اون روح تسخیر میشه و بقیه میتونن برای 90 ثانیه باهاش حرف بزنن. ولی حتما برای 90 ثانیه باید شمعو خاموش کنیم و قبل از اونم باید دستو از طرف جدا کنیم، ولی ممکنه که روح برای همیشه تو بدن اون بمونه. خلاصه که اولین کسی که حاضر این کارو انجام بده میاد. بعد بستنش به صندلی دست اسباب بازی رو جلوش میذارن. اونو میگیره و میگه که با من حرف بزن. یه رفعه روبروی خودش یه روح خیلی وحشتناک میبینه و سلی دست رو ول میکنه. اما وقتی که بقیه بهش میگن ول نکن و ادامه بده و فکر میکنن همه چیز شوخیه، دوباره ترغیب به این کار میشه و این بار روح جدیدی جلوش میاد، ولی این دفعه نمیترسه و بهش میگه که اجازه میدم وارد من بشی. همین لحظه میاد صدای عجیبی از خودش در میاره و یه رفعه توسط این روح تسخیر میشه. حالا شروع به خندیدن میکنه و جملات عجیبی رو به زبون میاره. در حالی که همین جمله ها رو میگه یه رفعه روش رو به برادر جید میکنه و بهش میگه خیلی یادم مال تو هن. و دوباره شروع میکنه به حرف زدن و در اتاق هم حتی با زور باز و بسته میشه. تایمر به 83 ثانیه رسیده و همین لحظه است که جاس شروع میکنه به جدا کردن دست اسباب بازی از میا. هرچی سعی میکنه میا به زور اونو گرفته و در آخر همین که 1 ثانیه از 90 میگذره موفق میشه جداش بکنه و به محض خاموش شدنش هم میا به خودش برمیگرده. بعد مهمونی میا با جید و رایلی به خونهش میره و میخواد شب دوباره اونجا بمونه. وقتی که میخواد بخوابه رایلی میاد پیشش و بهش میگه که چه حسی داشت وقتی که تسخیر شده بودی. میا لبخندی به لبش میاد و میگه بهترین حس دنیا بود، به خاطر اینکه میتونستم همه کار بکنم، همه چیزو بشنوم و حتی چیزایی که به زبون نمیاریدم حس بکنم. خلاصه که روز بعدی تو مدرسه هم همه از میا در مورد این تجربه سوال میکنن و انقدر با ذوق و شوق تعریف میکنه که دوست پسر جید یعنی دنیل هم خیلی مشتاق میشه که این کارو انجام بده. برای همین هم وقتی میفهمن قرار پدر و مادر جید به مسافرت برن، تصمیم میگیرن امشب همه اونجا جمع شن و یه بار دیگه اون بازی رو همراه هایلی و جاس تجربه کنن. طولی هم نمیکشه که هایلی و جاس هم سر میرسن و اون دست هم با خودشون میارن و این بار دنیل جلوش میشینه و طبق همون مراسم بازی رو شروع میکنه. دنیل خیلی زود توسط روح تسخیر میشه و این بار رفتار وحشیانه ی خودش نشون میده. شروع به فحش دادن به دختر جید میکنه و اونو از لحاظ جنسی مدام مورد تحقیر قرار میده. یه دفعه میفته رو زمین و شروع میکنه به مالیدن خودش به کف اتاق. حتی وقتی که سگ جید میاد سمتش اونم میبوسه و انگاری میخواد حتی با اونم رابطه داشته باشه. بقیه هم به جای اینکه بترسن مدام میخندن و همه چیزو به شوخی گرفتن. خلاصه که همه چیز خیلی جدی شده و برای همینم قبل 90 ثانیه دست رو از دنیل جدا میکنن و شمع هم خاموش میشه و اون به خودش برمیگرده. اما خب بازم براشون کافی نیست و حالا این میشه یه رسم کلی و همش رو شروع میکنن نوبتی به تجربه کردن همین به اصطلاح بازی. دونه دونه تسخیر میشن، رفتارهای عجیب غریب نشون میدن و خیلی هم عادی شمع خاموش میکنن و میرن سراغ نفر بعدی. وسط همین مس
مسخره‌بازی ها برادر جت، یعنی رایلی هم میاد و میگه منم میخوام تجربه بکنم، اما جت بهش اجازه نمیده، میگه یکم خطرناکه و دوست ندارم این کارو بکنی. بعد میره بیرون که تلفن صحبت بکنه و همین لحظه رایلی شروع میکنه به خواهش از میا که بذاره این کارو انجام بده. میا هم روی احمق بودنش قبول میکنه که کمکش بکنه و اونو میشونن جلوی دست. منتها چون سنش کمتره وقتو به جای 90 روی 50 ثانیه تنظیم میکنه. رایلی میگه با من حرف بزن و بعد اینکه روحو به خودش راه میده همه چیز فرق میکنه. به خاطر اینکه این بار روحی که اونو تسخیر کرده روح مادر میاد. میا خیلی خوشحال میشه در حالی که اشک از چشماش میاد بیرون با مادرش صحبت میکنه. 15 ثانیه تموم میشه اما حالا میا خواهش میکنه که چند ثانیه دیگه بهش وقت بدن چون داره از صحبت با مادرش خیلی لذت میبره. یکم دیگه میگذره و حالا رایلی رفتار خیلی وحشتناکی از خودش نشون میده. یه دفعه سرش رو میبره بالا و با قدرت اونو به میز میکوبه. انقدر کارو انجام میده تا کل صورتش خونی شده و همه جا بریده. خواهرش جیدن میاد تو از وحشت فقط جیغ میکشه. در آخر با کلی تلاش موفق میشن دست از رایلی جدا کنن و سریمونو به بیمارستان برن. پلیس سعی میرسن و در مورد اتفاقی که افتاده سوال میکنن ولی هیچ کسی جواب خاصی نداره. میا که همه اونو مقصر میدونن تمام لوازمش مجبور میشه از خونه جی جمع بکنه و برای همیشه از اونجا بره و به خونه پدرش برگرده. حتی وقتی که بعد از مدتی میره تا به رایلی تو بیمارستان سر بزنه هم جی هم مادرش اونو به زور اونجا دور میکنن و نمیذارن حتی نزدیک پسرشون بشه چون همه اونو مقصر اصلی میدونن. میا غمگین میخواد از بیمارستان بره بیرون که یه رفعه توی آینه مادر خودش رو میبینه. مادر سمت دستشویی بیمارستان میره و میام میره همونجا و یه رفعه میشنوه که مادرش داره فریاد میزنه و کمک میخواد. به طرف صدا میره و در دستشویی رو میشکنه ولی هیچ کسی اونجا نیست و حالا با ناراحتی از اونجا میاد بیرون. تو این اوضاعی که هیچ کس اون رو دیگه باور نداره، دوست پسر قبلیش دنیل که الانم گفتم با جیده، اون هنوز باورش داره و تنها کسی که میام میتونه باهاش درد دل کنه و از حرفاش بگه. وقتی در مورد اتفاقاتی که افتاده صحبت میکنه و میگه که فکر کنم مادرم به کمکم نیاز داره، دنیل با عصبانیت میگه که اونی که رفت توی رایلی مادرت نبود، فقط تظاهر میکرد اونه. خودت دیدی که چقدر وحشی بازی در میآورد. اما خب مشخصه میام اینو باور نداره و همچنان فکر میکنه که مادر خودش رو دیده. این شب هم در حالی که دارن با هم دیگه صحبت میکنن همونطوری خوابشون میبره و میای یه کابوس میبینه که پدرش کنار جنازه مادرش وایساده. با وحشت از خواب میپره و یه رفعی روح یه زن ترسناک رو میبینه که توی اتاقه. زن غریبه سمت دنیل میدو و شروع میکنه به مکسلا نشسته پاش. میای وحشت زده فریاد میکشه و دنیل از خواب میپره. اما وقتی پایین رو نگاه میکنه میبینه میای که داره شست پاش رو میخوره. بعدم با وحشت از جاش بلند میشه و خیلی سر لوازمش رو برمیداره و از خونه میا برای همیشه میره بیرون. میا هم که تنها میشه و همچنان مطمئن مادرش کمکشون میخواد، از تو کیف خودش دستی که حالا میفهمیم از مهمونی دزدیده رو در میاره و با روشن کردن یه شمع مراسمو به تنهایی با خودش اجرا میکنه. بعد اینکه میگه با من صحبت کن، روح مادرش جلویش ظاهر میشه. بعد اینکه اشک خودش پاک میکنه، بالاخره سوالی که 2 سال توی ذهنش مونده رو از مادر میپرسه. بهش میگه که همه بعد مرگت به من گفتن تو به خاطر مصرف قرص اتفاقی اووردوز کردی، ولی من همیشه فکر میکردم که این کارت از قصد بوده و خودت جون خودتو گرفتی. کدوم اینا درست سره؟ مادر لبخندی میزنه و میگه همه چیز یه اتفاق بود و الان من هیچ وقت حاضر نیستم که تو رو ترکت بکنم و تنهات بذارم. بعدم بهش میگه برادر دوستت یعنی رایلی به شدت کمکتو نیاز داره و از اونجا غیب میشه. سعی میریم به بیمار سان و جیدو میبینیم که برادرش برده توی دستشویی داره اونو میشوره. یه رفعی رایلی که انگار هنوزم تحت تاثیر این روحاست دستشو گاز میگیره. به محض کنار رفتن جید میفته زمین و شروع میکنه به کوبیدن سر خودش به دیوار. دکترها هم سعی میرسن و موفق میشن قبل اینکه آسیب جدیتری به خودش بزنه اونو بیهوشش کنن. از طرفی میا هم که حالا فهمیده رایلی به کمک سریع نیاز داره، از دوست پسر قبلیش یعنی دنیل و 2 نفری که صاحب این دست بودن یعنی جاس و هیلی کمک میگیره تا بفهمن جریان این دست چیه و چجوری میتونن رایلی رو نجاتش بدن. جاس توضیح میده که یکی از دوستاش به اسم داکت مدت‌ها پیش این دست رو بهش هدیه داده و بعدم به شکل وحشتناک جون خودش رو گرفته. میدونیم همون پسری رو میگه که اول فیلم به برادرش آسیب زد و بعدم جون خودش رو گرفت. خیلی سعی میرن پیش برادرش کول و ازش سوال میکنن که چه اتفاقی برای داکت افتاد. اونم با عصبانیت از سر جاس داد میزنه و مشخص میشه که خیلی وقت پیش جاس و داکت با هم دیگه دوتایی این بازی رو انجام دادن و بعد اینکه روح توی برادرش داکت رفته یه رفیق اون کارو کرده. وقتی هم جریان رایلی رو براش توضیح میدن میگه که قطعا این بازی رو نتونستید کامل و درست انجامش بدید و روح تو بدن رایلی مونده. تنها راهتون هم اینه که یه مدت ازش مراقبت کنید تا آسیب دیگه به خودش نزنه، چون روحان نمیتونن زیاد تو بدن آدم ها بمونن و کم کم ضعیف میشن و خود به خود رایلی رو تنها میذارن و به خودش برمیگرده. اما خب میا حرف مادرش خیلی روی مخشه و فکر میکنه که رایلی وقت زیادی نداره. برای همینم هم برنامه میریزه که برن و یه بار دیگه با رایلی این بازی رو انجام بدن، چون دفعه قبلی قبل تموم شدن بازی
از هیچ شمع نتونسته بودن فوت کنن و این بار اگه این کارو انجام بدن احتمال زیاد روح بدنش بیرون میاد. جریانم برای جی توضیح میده و اونم که دیده برادرش واقعا تسخیر شده تصمیم میگیره که بهشون اجازه بده این کارو انجام بدن. اما خب رایلی بهوش نیست و نمیتونه اون جمله ها رو به زبون بیاره. میان نقشه دیگه میریزه و به دوستاش میگه که فکر کنم بتونیم از روحهای دیگه کمک بگیریم تا بفهمیم که روح رایلی الان کجاست و چه اتفاقی براش افتاده. خودش دستو میگیره و میگه که با من حرف بزن. روح یه دختر بچه رو جلوی خودش میبینه. میا از بچه خواهش میکنه که اونو ببره پیش روح رایلی. بچه یه رفعه میگه میذارم وارد بدنم بشی. برخلاف دفعات قبلی این بار میای که یه رفعه‌ای وارد روح اون دختر بچه میشه و میبینه که یه عالمه ارواح خبیث و وحشتناک یه جایی وایسلند و رایلی و سر خودشون گرفتن و دارن اونو مورد عذاب و شکنجه قرارش میدن، جوری که انگار توی برزخ گیر کرده. یه رفعه میا به خود واقعیش برمیگرده و با وحشت به دوستاش میگه اونا نمیخوان رایلی رو ول کنن، باید خیلی سری نجاتش بدیم، اون خیلی توی خطره. خلاصه که برنامه‌شون نتیجه خاصی نمیده و هم جدا میشن و وقتی میا به خونه میرسه پدرش میبینه که پشت میز نشسته و منتظره. پدر به میا میگه یه حقیقتی هست که میخوام مدت ها بگم ولی جرأتش رو ندارم. بعد اعتراف میکنه مادر تو خودش جون خودش رو گرفت و یه نامه‌ای رو نشون میده که مادر قبل مرگ براشون نوشته. میا خیلی به هم میریزه و یکم شک میکنه شاید روح مادرش رو که دیده بود در واقع یه شیطان بوده و تظاهر میکرده مادرشه. با ناراحتی به اتاقش میره و جلوی آینه دوباره روح مادر میبینه. منتها این بار مادر میگه که پدرت به دروغ اون نامه رو نوشته تا یه کاری کنه که تو از من متنفر بشی، وگرنه من هیچ وقت همچین کاری نمی‌کردم و تنهات نمی‌ذاشتم. یه اعتراف دیگه وحشتناک هم می‌کنه، اینکه پدر تو بود که به من قرص‌های زیادی داد و باعث شد که اووردوز کنم و بمیرم. در واقع اون قاتل منه. میا خیلی سردرگم و نمی‌دونه چیکار کنه و در همین حال صدای پدرش رو می‌شنوه که محکم به در می‌کوبه و داد می‌زنه در رو باز کن. مادر ادامه میده که تنها راه نجات رایلی اینه که جونش رو بگیری و میا همچنان نمی‌دونه که این مادر واقعیه یا شیطانی. در اتاق باز میشه و یه رفعه پدر حمله می‌کنه به میا و شروع می‌کنه به کتک زدنش. رفعه میبینیم که طبقه پایین پدر روی مبل نشسته و کسی که به میا حمله کرده در واقع یه روح شیطانی بود و دوباره خودش رو به جای کس دیگه جا زده. پدر با شنیدن صدای جیغ میا با سرعت سمت اتاقش میدوه و میا میبینیم که توی اتاقش همچنان با روح درگیره. موفق میشه قیچی رو از زیر تختش برداره و میاره بالا که به روح ضربه بزنه و همین لحظه پدر بهش میرسه. وقتی میا دخترش رو بلند کنه و بفهمه چی شده، میا با ضربه پدر واقعی خودش رو میکشه. خب مشخصه میا هنوز نفهمیده جریان چیه و فکر میکنه واقعا پدر بهش حمله کرده بوده و بعد تماس با دوستش جید میگه که یه راه برای نجات رایلی پیدا کردن و بعدم از جید میخواد که سری به خونهشون بیاد. همین که جید از اتاق برادرش خارج میشه میبینیم که میا بهش دروغ گفته و در واقع میخواسته برادر تنها گیر بیاره. معلومه که میا حرف مادرش رو خیلی باور داره و فکر میکنه تنها راه نجات رایلی اینه که بکشتش. میره طرفش ولی یه دفعه مادر رایلی سر میرسه. مادر بی خبر همه چی فکر میکنه میا اومده که به رایلی سر بزنه و ازش به خاطر رفتاری که قبلا داشت رو اونو مقصر میدونسته معذرت میخواد. بعدم میگه که چند دقیقه تنهاتون میذارم تا با هم دیگه راحت باشید و با رایلی صحبت کنی. همین که تنها میشن میاد دست رایلی رو میگیره و با ناراحتی نگاهش میکنه. اصلا دوست نداره بهش آسیبی بزنه ولی فکر میکنه تنها راه نجاتش همینه. قیچی و عجیبش در میاره، اما خب این کار سخت تر از اونه که بتونه انجامش بده و میزنه زیر گریه. از طرف دیگه جیدو میبینه که به خونه میا میرسه. وقتی که میره تو میبینه که میا چه بلایی سر پدرش آورده و حسابی وحشت زده میشه. پدر هنوز زنده است ولی حسابی آسیب دیده و جید سری با پلیس تماس میگیره. بعدم به مادرش خبر میده که هیچ جوره رایلی رو تنها نذار، چون میا انگار دیوونه شده و مثل روانیو به پدرش آسیب زده و احتمالاً داره میاد سراغ رایلی. مادرم سری به اتاق بیمارستان برمیگرده ولی نه خبری از پسرش نه از میا. جیدم سری به بیمارستان برمیگرده و وقتی که میرسه میا رو میبینه که رایلی رو گذاشته روی ویلچر و داره از یه تپه بالا میبره. برنامه میا اینه که این پسر رو از بالای تپه بندازه وسط اتوبان. میا به خاطر تاثیر روحهای شیطان روی خودش این پسر بدبخت شبیه یه زن وحشتناک میبینه. همین لحظه روح مادرش کنارش پیدا میشه و در گوشش میگه که بهت افتخار میکنم، چون تنها کار درست همینه و فقط اینطوری رایلی نجات پیدا میکنه. میا هم دستش رو ویلچر برمیداره و اونم به سمت اتوبان هل داده میشه. تصادف رو نمیبینیم ولی صدای وحشتناک شنیده میشه و میبینیم که میا وسط اتوبان خوابیده و به شدت آسیب دیده و انگاری ماشینا به اون زدن. کنار اتوبان هم جیدو میبینیم که رایلی رو در آغوش گرفته و انگاری میا قبل اینکه ماشینی بهش بزنه اونو پرت کرده کنار خیابون. یه رفعه همه جا عوض میشه و میا وسط بیمارستانه. انگاری مدت ها گذشته و رایلی که حالا حالش خوب شده توسط مادر و خواهرش از بیمارستان مرخص میشه. اون طرف دیگه میا پدر خودش رو میبینه که اونم زخمش خوب شده و داره از بیمارستان خارج میشه و هرچی که داد میزنه هیچ کسی بهش توجهی نداره و صداشون نمیشنوه. همه چراغا خاموش میشن و میا خودش توی تاریکی محض میبینه. از طرف دیگه اش یه نور پیدا میشه و میا به طرفش میره.
یه دست اونجاست و همین که میگیرتش خودش وسط یه مهمونی میبینه، انگار خودش به یکی از همون روحا تبدیل شده و حالا بچهای دبیرستانی دارن با اون بازی میکنن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. من یه فیلم که مشخص بود لحظه آخر میاد به خودش و به جای رایلی خودش قربانی کرد تا اونو نجات بده، ولی باعث شد که خودش یکی از همون روحای سرگردون بشه که بچه‌ها توی بازی‌ها میتونستن باهاش روبرو شن. فکر نمی‌کنم چیز نامعلومی توش باشه، به خاطر اینکه مشخص شد اون روحی که خودش به عنوان مادر رایلی جامی زد یه دروغگو بود، خودش رو الکی معرفی می‌کرد همونطوری که خودش به عنوان پدرمون جا زده بود و فقط می‌خواست کنترل اونو به دست بگیره. و اینکه چرا این بلا سرش میومد به خاطر همون اولین بازی بود که انجام داد. وقتی که اون روحی که تو بدنش بود چند ثانیه بیشتر اون دستو نگه داشته بود از 90 گذشته بود و همه هم میدونستن که اگه از 90 ثانیه بیشتر توی اون حالت بمونن امکان داره اتفاقات بدی بیفته. و اتفاقی هم که برای میا افتاد این بود که تحت تاثیر اون روحا قرار گرفته بود و هیچ وقت نتونستن کامل اونو رها بکننش. برای همینم هم بود با دنیای مردگان میتونست ارتباط بگیره، روحا رو ببینه و خیلی چیزهای عجیب تری براش اتفاق بیفته. کسی دیگه که براش این اتفاق افتاد همون رایلی بود که خب وقتی که درگیر شد سرش رو به میز میکوبی، بقیه میخواستن جلوش بکنن و اینا، خیلی بیشتر از 90 ثانیه طول کشید و در آخر هم که اون شمع خاموش نکرده بودن و کلا زندگیش تحت تاثیر اون روحا قرار گرفت. در آخر هم خب به خاطر گذشت زمان همونطوری که کول گفته بودش روحا دیگه رایلی رو ول کردن، کم کم به حالت عادی خودش برگشت و سالم شد و اومد بیرون. یعنی همون کاری که میو انجام میداد خودش هم در آخر نمیمرد. اما حالا ببینیم سراغ استعاره فیلم. این فیلم توی تمام نقدهای مختلف، توی تمام بررسی ها یه چیز خیلی واضحه. فیلمم ببینید از تک تک دیالوگاش قشنگ داره اینو به ما میگه. تمام این اتفاقات ها در مورد مواد مخدره، مخصوصا وقتی که میا داره با رایلی صحبت میکنه و رایلی این پرسه چطور بود، میا میگه عالی بود، یه حسی بود که حس میکردم دوباره زنده‌ام. همه اینا چیزایی که وقتی مواد مصرف میکنی بهتون دست میده و میخواد توی این فیلم نشون بده که مواد بین نسل نوجوان و نسل جوان چه تأثیراتی میتونه بذاره. کم کم کنترل اونا رو به دست میگیره، کاری که برای میا اتفاق افتاد چون از اون خوشش نبود هی تجربهش میکرد. کم کم مواد کنترلش رو به دست گرفت، فرق واقعیت و رویا رو نمیتونه تشخیص بده و حتی جون بقیه رو به خطر مینداخت و لحظه آخر آخر بود که به خودش اومد، اما خب دیر بود و باعث شد جون خودش هم از دست بده. کلا میگم اصلا روش این اتفاق ها، روش جوری که میخواستم با اون دنیا رو ارتباط بگیرن، اون دستی که میگرفتن دست مواد بود انگاری که میگرفتنش. جوونا با هم دیگه جمع میشدن تجربهش میکردن و قانونهای خاصی داشتن برای خودشون. همه چیش میگم قشنگ همون مصرف رو داره بهت میگه و میخواد برای شما یه تجربه مصرف رو به نمایش بذاره، تجربه کسی که از مصرفش دست نمیکشه، چه همون اولین بار چه تا لحظه مرگش اون کارو ادامه میده و در آخر هم دیدیم چه اتفاقای بدی میتونه بیفته. دیگه همین، مراقب خودتون باشید. برخلاف چیزی که همه رسانه‌ها، همه دولت‌ها، همه دنیا داره میگه و خیلی دارن عادی سازی میکنن این قضیه رو، به خاطر اینکه خیلی راحت میشه جلوشو گرفت، خیلی راحت میشه کاری که تو دست همه قرار نگیره، ولی خب این کارو نمیکنن به خاطر اینکه از خداشونه. نسل ما، نسل من، نسل تو یه مش برده حرف گوش کن شن که به آرزوهاشون نمیرسن. کل هدفشون اینه برن کار بکنن، حمالی کنن، آخر هفته برن دوتا پک گل بگیرن، دور هم دیگه بشینن برن فضا. همچین آدمایی به دنبال زندگیشون نیستن، به دنبال هدفشون نیستن، به دنبال اینکه بفهمن از کجا اومدن، کجا میخوان برن، به دنبال آزادیشون نیستن و کل دنیا از خودشون، همه نسل من تو اینطوری بشن. خلاصه تحت تاثیر این آهنگا و چرت و پرتای قرار نگیرید. حقیقت خیلی ترخ تر از این چیزایی که نشون میدن. طرف 20 سالشه یه بار رفته کوک زدن اومده تو آهنگش میگه که من کوک زدم، میگه خدا شدم تو بهم نمیرسی. اصلا آدم به هم میریزه از اینکه چقدر آرزوها و سقف هدفهای ما رو کوچیک کردن. که رفیقای من اوج آرزوشون اینه مثلا بشینن با هم دیگه یه بار این بزنن. مراقب خودتون باشید، خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت سابسکرایبتون نره. روزتون هم یلسی.